والتندار يقول لي عيد مبارك خوشي وديت وايد مبارك خوشي وديت وايد مبارك. سلام 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 على الادب خدمتي تک تک شما دوستان خوب، امیدوار هستم که هر جا هستین شاد پیروز موفق سربلند باشین و ما هم عید را از صمیم قلب از ته دل برای تک تک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که روزهای عید خوب سپری شده باشه و از روزهای عید لذت برده باشه. دوستان عزیز با بسیار بسیار معذرت میخوایم که نتونستم در روز اول عید امید بر شما برنامه تهیه کنم و برنامه بسازم، چون به خاطر است که مسافت ما بی اندازه زیاد بود. این بار اول بود که ما عید را در کویتی پاکستان تهیه کردیم، دیگه باید خانه دوستان میرفت، خانه برادرها و اکثریت برادرها و دوستان اینجا بودن، دیگه تنها بودم، دیگه باید خدمت میکردم و باید خدمت تنها میرسیدم. دیگه امیدوار هستم که از روزهای عید لذت برده باشم و جایی برای چکر رفتن از میله کردین، از میله های خوصاً در روزی عید مردم میکنم لذت برده باشم و یک خاطره به شما مانده باشم. دوستان عزیز دیگه معمولا دیگه مشکوک در هر جای عید را تجلیم میکنم و برمایی خوشک و دوستا هر چیز که در این دسته هست خود آدم هست دیگه زمان میاره برای دوستای خود اینا چیز یک بحانه هست. خب مهمتر از همه خب احوال پرسی از دوستا و برادر هست دیگه که با آدم در روز عید از حال و احوال یکی دیگه خود بخبر میشه. در تنده عید خب ما بیشترین جا مثلا ما میخواستیم چی کنیم اونا را بگم بستم و برادر ها خوش کنم که مثلا همون جای های مهم است باید بگردیم اونا را گشتیم از اون جایی که مثلا مرد شخصی با خود ما میشود اونجا خانه دوستا خانه خاله و بوله و ماما و کاکا و چیز دستو دیگه کلیگی رو گشتیم دیگه فکر نکنم کدوم کسی باقی مانده باشد و مثلا دوستا که مثلا خانه ما رو بلد بودن دیگه اینجا بودن برای این مبارکی. دیگه امیدوار هستم که دوستان از عید از روزهای عید خود لذت برده باشیم و ما یک پیام بسیار کوتاه دارم برای امید کسایی که تازه جوان شدن و فامیل شان بسیار بچه هایی که 18 19 تا 20 سال عمر دارن. دیگه برای ما یک پیام دارم که برادرای عزیز در وجود از روزهای عید شما وقتی که در کوچه و در سرک های تنگ مثلا شما مشکل میچوانید دیگه اما فکری یک تیکی کوچیک مثلا یک سرسفید و ریش سفید خود داشته باشید. تا خاطر ازی باور وقت بکنید دوستان ما همین دو روز عید که طرف چهار طرف میگشتیم میدیدم دیگه اکثریت کسایی که پیدا است میبینم همین حالت رو میبینم یعنی کسایی که اینا مثلا جوان شدن دیگه اینا مشکل های بسارم خوبی شدم با امید دارم برادر یک رقم به سرعت از پالوی درد میشه که آدم در میجادتای عمومی یا در سرکان عمومی به خدا اونو سرعت رفتن نمی کنم. ما مطمئن هستم که دمو سرعت مثلا یک طفل در سرک می دوا یا یک ریش سفید می خواهی که دیگه رد شد یا تیه شد دیگر ای اونو سرعت که مثلا دارن اونو سرعت را کنترول کنند می دانند خامه خواه یا طفل می زنند یا ریش سفید می زنند یا زن می زنند یا اگر مثلا از او بچ کنه خود می زنند. دیگه چند روز پیشتر ما در اینجا در سر کچه ما یک چارایگر هستم یک رکشا و لازو طرف آماده بود موسکل و لازو طرف بسیار به صورت تیز آماده بود بسیار چکر کرده بود و یک دیگه خود دیگه رکشا والا به نظر ما خود زیاد آگاه نشده بود موسکل والا دیگه نمیفهم که چی رقم شده بود دیگه سر چیزش خدا میفهم مثلا طرف موسکلش که سعی میکردیم دیگه موسکلش هم بود تایر موسکلش بخی آمده بود در ماشین چسبیده بود دیگه یک سرنشین از اون به چی حالت گرفتار شده بود دیگه اون رو خدای پاک میفهمد. چون به این خاطر من میگم که گاه مردم یک مثل میگفت که سرعت زیاد استقبال از مرد واقعا همی قسم است دیگه وقتی که تو زیاد پر سرعت میری و کنترل کردن نمیتونی دیگه یا کسی دیگه رو میرنی یا خود میرنی لطفا همین دیگه چهار طرف مثلا موش موش نگینی مراعات یک ریش سفید خود مراعات طفل خود مراعات یک سرسفید خود موش مو باید داشته باشه بچه ایز نمراعات همه گیره یک کس مریض است یک کس مثلا یک مشکل داره دیگه او رنگ های بسیار کتا کتا و رنگ های چیز هم سخت کنن اچه های بچه خوب بیم کس پاید هم تیر میشه و رنگ میزن هم بسیار دیگه به نظر من بسیار کار خوب نیست دیگه دوستای عزیز
ويدارسون که از خواهی ایت دیزد پده باشند یک فیام خود از طرف من بر شما بود و یک فیام دیگه ایی که دوستا مثلا در هر کجای کسی زندگی میکنید مثلا در این کویتی پاکستان که اصلا که مثلا دوستشان پر است مثلا دارند در استرس خود همه چیز دارند و خبر دارد مثلا این فامیل یا این خانواده یا این خانواده چیز برخوردن نداره یا چیزی برای ایت نداره یا بسیار کالا نداره جامع نداره هر چیز نداره دیگه ای یک پیام برای ازنا دوستان چهار طرف خودمون شما باید متوجه باشین مثلا کی داره کی نداره این دنیا فانی است این دنیا تشدنی است باور به خدا کنیم که یک قدر زود سپری میشه که هیچ نمیفهمید که چی رقم تو زندگی کنید ولی خوشبخت‌ترین آدم ها مبارز ما شما کسایی هست که بیستی یک چهار تا برادر خود را میگیرد و اصلا متوجه حال هوای مردم است که مردمش چی حالت است دیگر و اصلا دیس از اونها را میگیرد که شما کمک میکنه کمک به مردم غریب یعنی تو با آدم های غریب کمک میکنی یعنی فکر که تو به خود کمک کنی نگر تو مثلا اگر 10,000 کمک میکنی یا 5,000 کمک میکنی اگر واقعا از صدق دیل کمک کنی خداوند پس دوباره بر تو کمک میکنی نگه این پیام ایدی ما بود که خواستم یک چند کلمه اگر خود شما دوستا باشم اگر پای چی شده که ساخته شده اگر پای چیز داده باشم ما شما مذرت بخواییم نگه همه روزهایتان سرشار از خوشی ها و محبت های فراوان باشد و از روزهای ایدتان لذت ببرین و لذت برده باشید تا بارا وای بعد من باز هم در خدمت شما حاضر میشم همه شما را بالای پاک و دنیاز بسپارم شاد موفق به روز خدا باشید.